امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع خیلی خوب واسهتون پیش بره. امروز دوشنبه است و من ساعت 6 صبح پا شدم و رفتم پیاده روی توی پارک. اولین بار بود تو زندگیم که این کارو میکردم. اصلا باورم نمیشه. انقدر خوشحال بودم که تمام مدت نیشم باز بود و هی به خودم گفتم آفرین کیمیا، خیلی کار خوبی کردی، صبح بیدار شدی اومدی. همیشه دوست داشتم این کار رو کنم. مثلا یکی از فانتزیام هم این بود که مثلا قبل از مدرسه ساعت 5 صبح بلند شم برم بدوم، بعد مثلا بیام خونه دوش بگیرم برم مدرسه. امروز هم دوست داشتم بدوم، ولی خب مانتو پوشیده بودم دیگه، اگه میدویدم باد میخورد توش، اینجوری میشد شبیه زورو میشدم. هیچ دیگه، فقط یه ساعت اینا قدم زدم. خیلی هم شلوغ بود. آهنگ حامد پهلانه و فتانه و اینا گذاشتم، داشتن ورزش میکردم. من نمیدونم چجوری نمیرقصیدم با اون آهنگا، ولی همین دیگه. روزم خیلی خوب شروع شد، خیلی الان خوشحال و پر انرژیم. امیدوارم که بقیه روزم خوب پیش بره. امروز همراه هم باشید. الان بذار برنامه‌مو اینا رو نوشتم که چی کارو باید بکنم امروز. ان شاءالله که روز خیلی خوبیه. بچه‌ها کرش کاری داره. یه قول اومدم ازت بگیرم. چی؟ امروز نسکافه نخور. خوردم. چرا نسکافه نخورم؟ کرش به خاطر افتخار می‌کنی صبح پا شد رفت. قدم من رفتم، پیاده رویمو کردم، برگشتم، کرش هنوز خواب بود. کدوم پارکه؟ همون که حالت مربعیه یا که چند زلیه؟ اونی که حالت مربعیه. و حالا من 6 بود یا من هیچ وقت از این کارا که نمی کنم. همه خواب بودن تو خونمون. رفتم دم در اتاق مامان بابا، واسم شکلی بودم. مامان، بابا، بندای خدا مثلا بعد از 5 دقیقه از صدا فهمیدم که پاشدن نشستن شکل ناگهان دارم میرم پیاده روی. مثلا نگران نشید. مثلا یادم نمیاد دیگه هیچ وقت این کارو کرده باشم که مثلا برم دم اتاقشون اونا. ولی یه سال پیش تقریبا همین موقع بود، اردیبهشت، انقدر من گریه کرده بودم. یه روز میگم صبح تا شب گریه کرده بودم، شبم با گریه خوابم برده بود. نصف شب با سردرد وحشتناک بیدار شدم، بعد رفتم هرچی گشتم مسکن پیدا نکردم. اون شبم رفتم دم در اتاقشون شکل دادم که بیاید به من مسکن بدید. خیلی خاطره واقعا بدیه. حالا ولی امروز قراره که روز خیلی خوبی باشه. کرشم آقا مامان من یه حالتش افتاد که نوبت دکتر داریم و بعد بریم حتما یه نسخه واسه داداشم بنویسه. من رفتم کارش انجام دادم، بعد رفتم باشگاه ثبت نام کردم. بچه ها توی ویدیویی که مال رنگ کردن مو هستا، زیر پوش بابامو پوشیدم که سیفش کردم و اینا، الان بابام گفت خوشت اومد از زیر پوش، باز اگه زیر پوش کردم دستش درد نکنه. خب من مثلا اومده شدم که برم باشگاه و الان این وضعیت اتاقمه، چون چیزایی که میخواستم پیدا نمیکردم. یه چیزی رو که اصلا پیدا نکردم کفشم خدا رو شکر آخر پیدا شد. الان بعد از 2 سال من میخوام برم باشگاه ورزش کنم و بذار خودم تکون بدم. امیدوارم که نمیرم. 2 hours later. خیلی
کیمیا. خب حالا این جذابیه تو ماسک سیاه زن. خب حالا خازا گفتی یعنی چی؟ آن خازا یعنی این، زالکه یعنی آن. من مردم واقعش اینو تو نفهمیدی. آقا من اینترنتی سفارش دادم اینو و ستای من تو این جا میشه. سلام. 200 تومن پول اینو دادم که بهش دردی نمیخوره رسمن. اصلا من اینو میپوشم ها، فکر نکنید نمیپوشم، اما اصلا به نظر نمیومد انقدر گشاد باشه. تازه 10 روزم منتظرش بودم، 10 روز نخدایی 6-7 روز، ولی کامان این چیه دیگه؟ الان حدود 10 روز میگذره از تیک آخر ویدیویی که دیدید. این 10 روز خودم هم نمیدونم چیکار داشتم میگردم واقعا، ولی اوضاع خیلی احساس کردم به استراحت و اینا نیاز دارم. از همه چیز تقریبا رو زندگی مرخصی گرفته بودم. الانم دارم آماده میشم برم یکی از دوستام و اینا رو ببینم. دوستم هم تنیس، این بنده خدا من یه سال پیش باش آشنا شدم، مرداد 99 بود. من با این قرار گذاشتم ASP، قرار شد که مثلا بریم هم صبحانه بخوریم. ولی داستانی پیش اومد من مجبور شدم کنسلش کنم. دم کنکورم هم بود دیگه. و واقعا نمیتونستم دوباره باهاش تو همون 1-2 هفته قرار بذارم. درستش وقتی میخوایی مثلا یه قراری رو کنسل کنی بگی آقا ببخشید من فردا نمیتونم بیام، به جاش سه‌شنبه بریم مثلا. ولی خب من این کار رو نمیتونستم بکنم دیگه واقعا، چون 1-2 هفته کنکور داشتم اون موقع. آقا یه عذاب وجدانی من گرفتم و انقدر حس بدی داشتم و خجالت میکشیدم از این بنده خدا. بعد اصلا کنکورم هم که دادم اون 1-2 هفته گذشت دیگه رو نشد برم بهش پیام بدم بیا بریم بیرون و اینا. ولی این یه سال تقریبا همش تو ذهنم بود و هی مثلا میدیدم شمارش رو یا چه تو اینستا میدیدمش، یه جایی بودم که همون بنده خداست که مثلا من باش قرار داشتم و اینا. و حالا دیگه چند روز پیش بالاخره روم شد رفتم بهش پیام گفتم که میای بریم بیرون. بنده خدام گفتش آره امروز داریم میری با هم صبحانه بخوریم. وای اینو بگم، دیروز من منتظر یه بسته ای بودم، قرار بود که با پیکی واسم بفرسته. شماره که بهم داده بود هر چی زنگ می‌زدم جواب نمیداد و من استرس گرفته بودم که یا طرف بسته رو بدزده، یه چیز واقعا مهمی نبود، هیچ ارزشی نداشت که طرف بخواد بدزده، یا اینکه این شکلی بودم نکنه شماره منو پیدا نمی‌کنه بعد چیز بشه بی خیال بشه اصلا ول کنه بره اون. استرس گرفته بودم همینجوری بهش زنگ می‌زدم و اینم جواب نمیداد. من توی 10 دقیقه 7 بار به این زنگ زدم و شاید 3-4 تا اسمس دادم که سلام من کیمیا مودتم، بسته دارید واسم میارید، پلاک خونمون اینه ها، چرا جواب من نمیدید؟ تو نمیدونم چرا جواب من بله، دهنه بنده خدا رو سرویس کردم. فکر کن تو 10 دقیقه 7 بار زنگ زدم و با گذشت زنگ زدم به اون یاری که واسم فرستاده بود، گفتم که ببین جواب نمیده هر کارش میکنم چیکار کنم، بر نداره بسته رو ببره یا گمش نکنه فلان نشه. آخر فهمیدم داشتم به شماره اشتباه زنگ میزدم. فقط من دلم واسه یارو سوخت. فکر کن موبایلتو باز میکنی میبینی که 7 میسکال داری، توی 10 دقیقه 7 میسکال گرفتی، کلی هم اسمس داری از یاروی که اصلا نمیدونی کیه. من خودم واقعا میترسم و
اسمس دادم عذرخواهی که وای تو رو خدا ببخشید و اینا. من اصلا قصدم، یعنی قصدم که اینجوریام که من اشتباه گرفتم شماره رو، شرمنده، روز خوبی داشته باشید. جوابم اصلا نداد. باشه ماشو سیو کردم، رفتم توی واتساپ و تلگرام و اینا چک کنم ببینم که عکس پروفایلش چیه، طرف چی جوریه، مزاحمی که داشتم می‌شدم که هیچی نداشت. لوارو دیده بودید، بهشون میگن روز لب مکی. قبلا نه، هر کی مثلا میرفت مکه و مدینه و اینا، مدینه سوریه نمیدونم، باش داشتم میگفتم هر کسی میرفت زیارت از اینا سوغاتی میورد، سبز رنگش، ولی وقتی میزنی سبز نیست، یا قرمزه یا صورتیه و اینا. من که هیچ وقت ندیدم کسی بیاره، فقط تو وسایل قدیمی خاله هام و مادر بزرگم مامانم و اینا پیدا کردم، اینم از خالم دزدیدم، خیلی دوستش دارم، ولی اصلا دو تا دارم، یکیش قرمزه یکیش صورتی، و من هیچ وقت هر کدومو برمیدارم نمیدونم کدومه. الان نمیدونم لبم قرمز بشه یا صورتی. اینا واقعا بهترین رژه لبایه که من تا به امتحان کردم. خب من رژه لبای زیاده امتحان نکردم. الان هم میخوام ریمل بزنم دوست قشنگم. اینم اشتباهی واسه من یه آنلاین شاپی فرستاد، اینم دیجیکالا بود، خانمی بود، چی بود، خطش رو سفارش داده بودم، اشتباهی واسه من اینو فرستاد. یه قیمتاشون هم فرق خاصی نداشت، برای همین دیگه من پیگیری نکردم، که فکر کنم اون گرونتر بود اصلا، در صورت دیگه من نگهش داشتم و اصلا پیگیری نکردم. چیز اوکیه ولی خیلی هم خوب نیست. مایه ایرانیه فکر کنم. اینو بگم، دیدید رفتم باشگاه و اینا دیگه، من دوشنبه رفتم باشگاه واسه اولین بار که تو ویدیو دیدید همین چند دقیقه پیش. چهارشنبه خب جلسه بعدی رو رفتم، انقدر به هم فشار اومد و اذیت شدم که بالا آوردم. ببخشید من حالتون بد نشه، زیاد و طولانی ها یه چیز وحش، ولی من فقط یه شکشون که خدای ببین چقدر به من فشار اومده، چقدر بدنم ضعیف شده که اینجوری شدم. خیلی چیز بدی بود. من مربیم انگار داشت دعوا میکرد، میخواستم هی بگم که من برم بیرون، حالا بعد دیدم نگام نمیکنه دیگه، اومدم خودم برم بیرون چون حالا داشت بد میشد، بهش گفت کجا داری میری؟ میگم که حالا بده. و آره، باید بدی هم که الان داره من یوتیوب چنل دارم و حالا یه ذره بازدیدام بیشتر شده، خیلی نمیتونم پشت سر آدمو حرف بزنم چون میبینن. البته واقعا نمیخواستم پشت سر مربیم صحبت کنم چون که قبلا هم باهاش کلاس داشتم و چون راضی بودم دوباره دارم پیشش کلاس میرم دیگه، ولی اینش بده چون هر چی میگم ممکنه هر آدمی ببینه و جالب نیست. بچه نهایت میکاپیه که مثلا من انجام میدم که احتمالا کسی متوجه نمیشه، ولی از نظر خودم خیلی به خودم رسیدم. یکی دیگه الان داره دیرم میشه، وای موبایلم هم داشت میافتاد، برم دیگه، خیلی بد شد. ولی دیگه وقت و اینام ندارم و یه مشکلی هم که هست اینه که من هیچ ایده ندارم که این دختره چجوری لباس میپوشه. تأثیری ندارم، من در هر صورت یه مدل لباس میپوشم. خب من رسیدم آیسپه، انقدر خالیه اینجا که فکر کنم تعطیله کافه هاش، ولی من جرئت ندارم برم چک کنم. امروز هم 15 16 ام اینا که خب تعطیلیه دیگه، تعطیلی رسمیه، اصلا چیز عجیبی نیست اگه کافه هاش بسته باشه. برم چک کنم ببینم کافه هاش بسته است یا نه. خب من رفتم چک کردم، کافه هاش باز بود، خیلی هم شلوغ بود. خب خداش از این نظر مشکل نیست، ولی این کس که مش کردم تکسال گفتش که دیر میرسه یه ده دقیقه. یه آقای رد شد، هش ماشیخ وقتی دید دارم با موبایلم اینجوری صحبت میکنم، یه از جذابیت های فیلی رفتن تو پابلیکه. ولی اینجا هم بهت نگاه کنم، این سیکر را چسبوندن و مثلا اکسو و اینا نوشتم، بکنم مشتریشون هرچی دوست داشتم تونستم بنویسن اینجا. با حاله دیگه من برم واسه خودم قدم بزنم. 3 hours later. گفت انسان خوشبخت انسانی است که خداوند آن را می‌خواهد. ولی توان خوشبختی را در یک دانه ساده شنا سر می‌گیرد. در سایر موارد با طول خوشی در صحرا به دست می‌آورد. باز شد جوانتر نهان که می‌کند. قلبش هنگامی که دربارهٔ گرمتر صحبت می‌کرد. خب من چند روزی بود داشتم یه کتاب صوتی رو گوش میدادم به اسم کیمیاگر، که کتاب خیلی خیلی معروفیه و من این کتاب رو شاید 2-3 ساله میخوام بخونم، ولی هی حوصله‌ام نمیشد و از این مدل کتابایی که من دوست ندارم بخونم، بگیرم دستم بخونم و این حرفا، برای همین عقبش میداختم.
ولی دیگه هفته پیش رفتم نسخه صوتیشو پیدا کردم و شروع کردم به گوش دادن. 5-6 ساعتم بود کلا و من سرعتشم زیاد کردم 1.5 برابر اینا. خیلی خوب بود ولی با چیزی که فکر می‌کردم فرق داشت. نمیدونم اصلا چه تصوری داشتم ولی تصورم یه مدل دیگه‌ای بود. ولی در کل کتاب خیلی جالبی بود. من خیلی خوشم اومد ازش و احتمالاً از این بعد بیشتر کتاب صوتی اونو گوش بدم. کتاب صوتی فارسی از اپلیکیشن نوار میشه خرید، از اپلیکیشن تاقچه، فیدیبو و اینا، از نمیشه به طور قانونی و اینا رو بخریم که حقوق ناشر و نویسنده و همه چی هم حفظ بشه. یه چیز دیگه هم که هست همین یوتیوب، میتونید رایگان خیلی رو پیدا کنید، ولی خب من به شما رو تشویق نمی کنم که این کار رو انجام بدید، برید بخریدشون. اما همین کتاب صوتی رو سرچ بکنید، کلی کتاب صوتی هست روی همین یوتیوب آپلود شده، برید گوششون بدید. خیلی هم راحته، خیلی زیاد قشنگ دارید رانندگی میکنی، اتاقتو مرتب میکنی، میتونی گوش بدی همزمان. من که خیلی حال کردم. اینم ویدیوی امروزمون بود که بلاگی بود که 10 روز ضبط کردنش طول کشید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که همراهیم کردید و کلی به هم توی این یکی دو هفته که ویدیو نذاشتم بهم پیام دادید و حالمو پرسیدید. خیلی خیلی واسم با ارزشه واقعا. مرسی، دوستتون دارم. خیلی خوششانسم که دارمتون و نمیدونم واقعا چی کار کردم که این پاداشش بوده که شماها رو بهم داده دنیا. نمیدونم همین دیگه. امیدوارم که همه چیز خیلی خیلی عالی واسهتون پیش بره و به همه چیزایی که دوست دارید برسید و شاد و سلامت باشید. خدافظ. It's 5:50 something and I feel so empty inside.